سه ماه بدون دلیل بچه ما رو انداختم بیرون، کاری هم بعد از اونم نه بیلشانه دستکششانه از جیب خودشان بگیرن، حتی جارو برشون اینا رو تهدید کردن، گفتن که رضایت بدین، با رضایت اینا باز وکیل هم گرفتم ولی پرونده ساز کردم، پروندهشون تو اداره کار همجوری مونده، ولی الان با این تهدیداشون همه رضایت دادن، حقوقشان هم درست نمیده بیاره. تا الان یک حدودای 6 ماهه که براشون یک و چهار تاج میریزه، وگرنه قبلا 800 600 اینقدر گرفته، اصلا چه حقوقی برای اینا نمیرفته، حق صلوات نداده، هیچی به اینا نداده. دلیل باشه همچی شرکتی نمیخوان، یعنی آقای میردلیم تا اینجا اومده 5 ساله، یعنی واقعا کارگرام همه به مشکل خوردم، واقعا به مشکل، یا تعدیدشون میکنه یا از کار بنده خدا رو میدازه بیرونشون، یعنی واقعا سخته. بگیم هر حقوق با 1400 میشه زندگی کرد، یعنی خواهشی کرد رئیس هر کسی شهردار هر کسی هسته به مشکل اینا رسیدگی کنه، اینا هیچ پشتیبانی ندارن، 5 سال حق و حقوقشون رو ای میگه امروز، ای میگه فردا، ای میگه این ماه، ای میگه چهار ما دیگه، چهار یک میدم، فلان میدم، هیچ حق و حقوقی بهشونه. یعنی خواهش میگه شما رئیس رو اصلا دارم، یعنی مشکل اینا رو حل کنید. ما راضی نیستیم. چرا؟ چون پشت پردش باز آقای میردلی میاد. همینجا که مثل اون اولی آمد به اسم آقای عقی گرفت، باز اینم باهم آقا این آقا میاد پشت پردش. این علکی الان صحنه سازی دارن میکنه اینجوری. پشت پردش آقای میردلی ره. از کجا داره آقای کریمه که قرض خرج کنه؟ یا آقای مثلا خانم خواهر میردلی از کجا داره که بیاره از اینه این کارگر رو بده؟ خودش که اینقدر داشته نتونسته بده، بعد میاد اون وقت آقای توکلی و آقای میردلی میاد حق خواهر میردلی میاد اینا رو میده یا جواد کریمی؟ نداره بابا نداره، این که داشته نتونسته بده، بعد اونا میان میدن. تهدید به چی؟ از کار میندازیم بیرون چون شرکتی هم نداره، کسی کمکشون نمی کمکشون نمیکنه. الان اینا یه روز کار نکنن توی این شهر همه به فساد کشیده میشه، ولی کس پشتوانه این کارگر بدبخت نیست. دلیل که اومده خانم خواهر آقای میردلیل هم تو شرکت داره، چه تضمینی که این شرکتی که الان اومده مشکلات شما با شرکت قبلی نداشته باشی؟ آقای شهردار میتونه با 1400 زندگی کنه؟ ما 200 تومن 300 تومن 500 تومن قرض میگیریم، قسط داریم با بچه کوچیک و مهمان و این بر اون بر مریضی بچه ها کرای خونه. آیا شهردار، آیا تو با 1400 که به این بچه ها این داره میده تو میتونی با این 1400 زندگی تو بچرخانی؟ بعدم یک گوشت گوسفندی ما در از این عید قربان تو حالا عید قربان شاید گوشت گوسفند بخوریم، اینا اصلا ما ندیدیم گوشت گوسفند. آقای میردلی رو حقی رو پشتوانه آقای میردلی رو ما نمیخوایم، به خاطر الان چند سال ما از چیزمون نرسیدیم، به حقوق ما نرسیدیم، الان 4 سال که این شرکت رو داره نه حقوق درست درمانی به ما نمیده. گفت که چی اومد شرکت که گرفت آقای شهردار گفت که چی نزدیکی 3-4 میلیون چقدر پول میخواستیم ازش ندادن، به 3 میلیون رسوندن، اونم رضایت گرفت از کارگرها که بهتون میدم نداد، گفت که رضایت گرفت گفت میدم نداد، بعدم که اینکه گفت اگه رضایت ندیم بیرونتون میکنم. ما شرکت اصلا نمیخواد با حقوقی که میدن با فلاکت زندگی میکنیم، از سال 93 که نه حق و حقوق به اینا دادن، الان خورده خوراک بچه هم شده گوجه بادام جان، که از اسم گوجه رو که میگیری حالا قوا میگیره بچه‌ام، چی درست کنم برای بچه‌ها؟ نه گوشتی داریم نه برنجی داریم، از کجا بیاریم؟ از کجا کمک بگیریم؟ به کی بگیم؟ اعتراضمون رو کجا برسونیم؟ با 1400 اون برج 1400 دادن، این برج دادن 1500، کم کم هی کم میشه بعد زیادتر نمیشه، همه پیشرفت میکنم ما پسرفت میکنیم، نه لباسی نه وضعی، دو روزی که مدرسه، فرم مدرسه، کتاب مدرسه، از کجا بیاریم؟ از کی کمک بگیریم؟ پشتوانش میردلی رو هر کی از خانواده میردلی باشه ما نمیخوایم، چون حق حقوقی درست حسابی به ما نداده، از سال 93 ما رو داغون کرده، از زندگی ما الان زندگیمون داره از هم میپاشه، یعنی هر روز ما دانشجو با هم دعوا میکنیم بخاطر بچه ها که جوابگوی بچه هامون نیستیم، نمیخوایم این شرکت رو به اسم میردلی ما نمیخوایم. جمهوری 111 ریاست جمهوری زنگ زدم، به بازرسی گرگان زنگ زدم،
به اداره کار اینجا زنگ زدم و هر جا زنگ زدم میگن که شما خودتون پیگیر کارتون باشین، تو کلاله باید حل بشه، ولی کلالم تو کسی تعبیر نمیگیرن، انگار نگار که این کارگر بدبخ از کجا میاره میخوره. اینجا زنگ زدم گفت خودمون پیگیر کارتون میشیم، ولی اداره کار اینجا کارمونو به جایی نرسونده،